با سلام به همه شما بینندگان عزیز برنامه حق زن، من سربناز سینایی به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند قسمت دیگری از سری برنامه های حق زن رو تقدیم حضورتون میکنیم. از شما دعوت میکنم که نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو با آدرس ایمیل حقزن@gmail.com و همینطور تلویزیون پیام شماره تلفن پیامگیر تلویزیون کانال جدید در میون بگذارید و ما رو در بهبودی برنامه یاری کنید. خب موضوع برنامه امروز ما هست اشتغال زنان در ایران. خب همونطور که میدونیم مسئله اشتغال زنان در ایران موضوع بسیار مهمیه که در برنامه های قبلی حق زن هم به اون پرداختیم. امروز هم میخواییم به جنبه ها و گوشه های دیگری از این مسئله بپردازیم. اینکه زنان در بازار کار مورد چه تبعیض و بیحقوقی قرار میگیرن موضوع گفتگوی امروز ما با میهمان برنامه‌مون شهلا دانشور هستش. شهلا دانشور سلام و به برنامه ما خوش آمدید. تشکر میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، سلام دارم. متشکرم. سوال اول رو اینگونه مطرح میکنم که افزایش بیکاری، رکود تولید و کلن وضعیت ناهنجار اقتصادی بخشی از مردم رو وادار کرده که کارهایی رو انجام بدن که حتی خیلی بدتر از قوانین کار جمهوری اسلامیه. نه قراردادی دارن نه بیمه‌ای. اکثریت اینها هم زنان هستند، حتی زنانی که تحصیلات دانشگاهی دارن. شهلا دانشور، شما چه تحلیلی و ارزیابی از این وضعیت امروز زنان در بازار کار در ایران دارین؟ ببینید توی یه سطح پایه‌ای‌تر خب برمیگرده به حاکمیتی که از وحشی‌ترین نوع سرمایه‌داری در ایران که با توسل به صنعت مذهب و آپارتاید جنسی که در واقع هویت این حکومت ضدیت با زن، خب این وضع رو بر سر کل جامعه آورده، نه فقط زن ها، بر سر کل جامعه آورده. و در این حال این حکومتی که هرچه از نظر سیاسی اقتصادی به بنبست بیشتری رسیده، میبینید که اقتصادش فلج شده و داغون هستش. و خب یک برنامه پایه این حکومت هم برای اینه که بار بحراناش رو سر مردم خراب کنه و نتیجهش بیکارسازی بیشتر و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، مرتبا خارج کردن بخشهای هرچه بیشتری از بخشهای کارکن جامعه از پوشش همان قانون کار ضد کارگریشون و حاکم کردن در واقع قوانین بردگی، قراردادهای موقت که 93%، 90%، بیش از 90% قراردادها پیمانی و موقته. اینا توی سطح پایه‌ای تره و خب دولت روحانی هم گفته دیگه در ادامه این سال 40 سال حاکمیت حکومت اسلامی سیاست ارزانکاری سازی نیروی کاره و ارزانسازی نیروی کارم یعنی تره کارورزی، یعنی تره دورکاری برای زنا، یعنی بیکارسازی، یعنی دست مزدهای 150,000 تومان برای بخش خارج مانده از شون، کسانی که هیچ قانونی حاکم نیست توی شغلشون. یعنی این، خب این تصویر رو شما وقتی میگیرید در رابطه با زنا، اون وقت میبینید که چه فاجعه عظیمی در جریان هستش. بخاطر اینکه تو این حاکمیت ضد زن، تو قوانین ارتجاعی اسلامی که قوانین جاری این مملکت هستش، طرح تعالی خانوادهشون رکنش اصلیش دور کردن زن از جامعه و از اشتغال هستش و کار زن بچه داری و تولید جمعیت لشکر اسلامشون هستش، خب معلومه که چی به سر زنان میاد. خب تو این وضع که میبینید بیکارسازی اونقدر ابعاد وسیع داره، تو این وضعیت که کارخونه پشت کارخونه تعطیل میشه، تو این وضعیت که ماها دستمزد کارگرا نمیدن، اولین بخشی که در خطر بیکارسازی و از کار بیرون شدن و محرومیت اجتماعی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر همین رو قرار میگیره، زنان هستن. و تازه این رو بگم که از زاویه دید این حکومت این بود که زنا مایه فسادن تو جامعه، جاشون تو خونه است، نهایتا دورکاری. ولی همین قدم که زنا تو بازار اومدن، نتیجه جنگشون بوده، نتیجه مبارزاتشون بوده. ولی الان میبینید که اون وقت همطور که گفتید وضعیتی هست که آمار بیکاری زنان بالاترین آمار هستش،
آمار بخشی از زنان که خارج از شمولیت قانون کار اشتغال میکنن، مثل دورکاری و مثل کار خانگی و مثل نمیدونم خود خیش کارفرمایی و اینا، بالاترین رقم رو داره. که اگه 46% مشاغل به این صورت باشه، 80%ش زنها هستن. اینا بیمه از بیمه بیکاری، بیمه درمانی، از هیچ چیزی برخوردار نیستن. یک بربریت و یک توحش تمام عیار. و وقتی زنی هم که تازه شانس آورده تو محیط کار هستش، مورد بیشترین تعرض قرار میگیره، مورد بیشترین توهین قرار میگیره، مرتبا تلاش میشه سوء استفاده جنسی بشه، تهدید میشه، حتی شرایط کار با وضع جسم، حتی ساختار کارخانه جات، حتی ساختار تکنولوژی ایمنی که هیچ ایمنی هم وجود نداره و الان هر روزه داره جان کارگرا، جان خودشون تو محیط کار دست میدن، حتی اونم با بدن و ساختار بدن زنان انطباق نداره. میخوام که یک مجموعه ای هست و زن تو یک همچین شرایطی در بازار کار قرار داره و اون وقت استخدام زنان با سخت‌ترین شرایط هست. استخدام زنان بیشتر هم تو گفتم تو مشاغل مثل دورکاری و خانگی، و مجبورن به این شغلا در رو بیارن، برای اینکه مجبورن، به خاطر اینکه لقمه نونی تهیه کنن. و دستمزدهای 150,000 تومن و تو این رنج دستمزد که یه پدیده عمومی هستش، از اون برش اون وقت میبینی 20 تا 30 میلیون ساعتی پول میدن به مداحان، به قاریان قرآن. حقوقای نجومی که 50 میلیون و تا 180 میلیون رو دیدیم که چطور اسدادش بالا رفت، روی شد، دزدی ها شد. یعنی یه رکنم دزدی ها و راندکاری ها و فساد این حکومتیه که یکی به عنوان قاری قرآن و کسی که پمپاژ میکنه خرافات و کثافات تو جامعه، ساعت 20 میلیون 30 میلیون میگیره. من اون وقت اینم وضع زنان توی جامعه است. این واقعیتیه، اون چیزی که تو جامعه ایران میگذره. متاسفانه بله، بعضا گفته میشه که اشکال در قانون کار رژیم نیست، بلکه این سرمایه‌داران و صاحبکاران هستند که از قانون، از وضعیت نابرابر و پایین زنان استفاده میکنن و در بازار کار و کارهای غیر رسمی سوء استفاده میکنن. مثلا یکی از زنان تحصیل کرده گفته که هر 6 ماه یک بار مجبورند قراردادی رو امضا کنن که در اون قرارداد بگن که ما هم حقوق برابر با حقوق قانون کار رو داریم میگیریم و همین که حق بیمه داریم. کسی هم شکایت نمیکنه. شما چه پاسخی به این نوع اظهار نظرها دارین؟ ببینید، این اظهار نظرها در واقع خارج کردن حکومت قوانینش از زیر تعرض مردم هستش. مسئله این کارفرما اون کارفرما نیست. مسئله نیست که یه جا خوب کار میکنه، یه جا به نفع مثلا یه کم انصاف داره، یه جایی نداره. مسئله یه سیستمه، یه نظام، همونطور که توضیح دادم. و تو این نظام معلومه قانونش داره اینو میگه، قانون کار جمهوری اسلامی، قانون کار بر اساس اسلام، بر اساس تبعیض علیه زن، بر اساس خرافات، بر اساس تفکیک جنسیتی. ببینید تو این قانون به طور مثال ماده 75ش میگه که کار در شب به استثناء امور بهداشتی و درمانی و فرهنگی و نظایر آن برای کارگران زن ممنوع. ظاهر دلسوزی به خودش گرفته، اما توهین تمام عیار به زن و توهین تمام عیار به کارگران و به جامعه. چطور شده زن تو بخش درمانی، در بخش بعضی ادارات میتونه کار کنه ولی تو کارخونه نه؟ اونجا آقا دکتر که اونجا هست امنه، یا فلان مدیر امنه برای زن، ولی تو کارخونه کنار دست کارگر همکارش ناامنه. خب این توهین به کارگر، یعنی تحقیر کارگر تو اون جامعه، تحقیر زن تو اون جامعه است. خب این یه بندشه. بند مثلا یه بند دیگهش میگه که توی کارهایی که زنان باردار باید با تجویز نظام پزشکی بتونن کارهای سبکتر انجام بدن. خب نظام پزشکی کی پیداش میکنه؟ و تازه اگه کار سخت و زیان آوره، برای همه کس زیان آوره.
این به خود تازه همینم فرض کنید این قانون اجرا شد و نظام پزشکی گفت بله به این زن باردار کار سبکتر بدید، خب فوری کارفرما بیرونش میکنه، میگه برای من سود نداره این کارگر که این ضرر میکنم. یعنی فرض کنید که همین الان توی اصلاحیه قانونکار گفته بودن که ساعت شیفتهی زنان رو بیشتر کنن، نمیدونم فرض کنید که مرخصی زایمان رو بیشتر کنن، خب وقتی بیشتر میکنن که تضمینی نداره اون کارفرمایی که تخلف کنه، که مجازاتی نداره قبول براش تعیین نکنه، خب کارفرما میگه باشه من زن باردار استخدام نمی کنم، تا هم باردار شد اخراج میکنم. اخراجم کردن کی دنبال این قضیه است، کی پیگیر این مسئله است، کدوم مرجعی، کدوم تشکل کارگری، کدوم حق حقوقی. به همین دلیل همه اینها فقط یه جست بعضن و فقط در جهت تسهیل بیکارسازی زنان هست و در واقع بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج کارگران هستش. میخوام بگم این سیستم خب معلومه که دست کارفرما رو باز میذاره که به ارزون ترین بچی بتونه نیرو کار خودشو تامین کنه و بنابراین نیرو کار زن رو میگیره، دستمزد 150,000 تومان، 60,000 تومان، 100,000 تومان هر وقتم خواست بیرون میکنه، کسی هم صداش نمیتونه در بیا. خب نخواست کارگر دیگه تو این موج بیکاری، تو این وضعیت بحران اقتصادی، تو این وضعیت از این فرصت استفاده میکنه. بنابراین این دولت، این قوانین دست کارفرمایان باز میکنه. بنابراین اگه بگیم تقصیر کیه، کل این سیستمه، کارفرمایان، دولت، دستگاه قضایی، سرمایه‌داران، همه با هم دیگه یه سیستم و یه نظامی هستن که این جهنم رو برای زنان ایجاد کردن و زن مجبور کار بکنه. الان یک رکن خانواده ها زنان هستن که در کنار دستمزد چند بار زیر خط فقر و محرومیت و درمان و تحصیل رایگان و تحصیلات و مسکن و همه اینا باید نان کمک بکنن، هزینه بخشی از هزینه خانواده رو تامین بکنن و زنان به عنوان شهروندان این جامعه حق کار دارن، حق زندگی انسانی دارن، باید اشتغال داشته باشن. و خب تو این شرایط خب میبینید که زنان مجبورن تن به این کار بدن، حتی میبینید که تن فروشی شده شکل از اشتغال کار. اون وقت شما جواب این کسایی که به این شکل سعی میکنن کارشناسانه مازور رو ماسمالی کنن تو این پدیده نشون میده، جواب این رو چی میدید؟ جواب فروختن کلیه رو چی میدید؟ این نوع بحث ها در جهت بیرون کشیدن دولت، حکومت، قوانین، دستگاه قضایی و کل این سیستم بربریت آپارتاید جنسی از زیر حمله جامعه است. بله شهرا دانشور، با توجه به اینکه ما سوالات طولانی هم داریم، سوال بعدی رو من این گونه مطرح میکنم که همینطور که میدونید درصد اشتغال زنان در ایران پایینه، به نظر شما این موضوع چقدر به نگاه مردسالارانه و سنتی به زن و جایگاه زن در جامعه ربط داره؟ طرز فکری که برای اشتغال زنان محدودیت ایجاد میکنه. به عنوان نمونه یک زن تحصیل کرده در یکی از شهرستانها در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌ها داشته گفته که وقتی که کاری رو شروع میکنه که تا 12 شب ادامه داره، مادرش سراغ همسایه‌ها رفته تا ساعت پایان کار جدید دخترش رو به اونها بگه و اونها فکر بدی در مورد اینکه اون طرف، اون دختر دیر به خونه میاد نکنن. در این باره شما چی فکر میکنید؟ ببینید تفکرهای مردسالارانه و سنتگرا و اینها مانع هستن، روشنه، ولی این موانع چرا باقی هست؟ چرا به کار گرفته میشه؟ چرا باز تکثیر میشه؟ این سیستمه، سرمایه داری ریشه همه این مصائبه. سرمایه داری عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین تفکرات از مردسالاری گرفته، مذهب گرفته، ناسیونالیسم گرفته، باز تکثیر میکنه و اینکه جامعه رو تکه تکه کنه، شقه شقه کنه و به این ترتیب کل جامعه رو مورد حمله قرار ده. یه بخش جامعه رو به عنوان زنان زیر ستم قرار میده و تبعیض علیه زنان و بنابراین تحمیل دستمزد چند بار زیر خط فقر و فقر مطلق به زنان و بیکارسازی وسیع و همه اینها،
برای اینکه کل طبقه کارگر رو زیر این حمله و تعرض قرار بده، برای اینکه کل جامعه رو زیر این تعرض قرار بده، همونطور که از ناسیونالیسم همین استفاده رو میکنه، همونطور که از مذهب همین استفاده رو میکنه. من میگم مسئله اینه. بنابراین این حکومت که این افکار سنت های پدر سالاران و مرد سالاری و عقب مانده و ارتجاعی رو تقویت میکنه و باز تکثیر میکنه و تولید میکنه، حمایت میکنه. و مسئله اینه. بنابراین همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید فقر و فراکت رو به جایی رسوندن که تو خانواده، زن خانواده با هم، یعنی با همفکری همسرش مجبور بره تنفروشی کنه. بعد اون وقت میگن که تفکران مرد سالانه. جامعه یک جامعه انسانی هست، مردم قدم های جلوی برداشتن، چارچوب های خانواده و روابط خانوادگی بسیار فراتر از این هاست، در تناقض 180 درجه و 360 درجه با این حکومته. بنابراین نمیشه اینا رو به گردن سنت گرایندا، ولی میگم که این هم عمل میکنه، این خرافات هم عمل میکنه، این مسائل هم وجود داره، ولی با تکثیرش ریشه در سرمایه‌داری داره، به ویژه توی سرمایه‌داری از نوع جمهوری اسلامی که به صنعت مذهب متکیه و رکن اصلیش همین قوانین ارتجاعی اسلامیه. درسته. حسام نیکوپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، گفته که بیش از 80% شاغلان بدون بیمه رو زنان تشکیل میدن. یعنی حتی برای داشتن یا نداشتن حق بیمه هم تبعیض جنسیتی اعمال میشه. به نظر شما چی کار باید کرد؟ بله، خب اینم بخشی از همین صورت مسئله است که سعی کردیم تا الان مسئله رو باز کنیم. مسئله اینه که اگر ما قبول داریم که تبعیض علیه زن حمله به کل جامعه است، حمله به کل کارگرانه، باید تو بعد اجتماعی و فراگیر و سیاسی و همه جانبه بجنگیم پدیده را. بنابراین باید در رأس اولویت های طبقه کارگر، معلم، پرستار، همه بخش های جامعه باید باشه که برابری زن و مرد در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. باید هر گونه تبعیض علیه زن، هر گونه بیحقوقی باید مورد اعتراض همه جانبه کل جامعه قرار بگیره. خوشبختانه این یه بند قطعنامه های اول میها، 8 مارس ها، مناسبت های مختلف همیشه این بوده، ولی این کافی نیست. باید ابعاد توده‌ای پیدا کنه. تشکل‌های دفاع از حقوق کودک، تشکل‌های دفاع از حقوق کارگر، تشکل‌های دفاع از حقوق زن که به طور ویژه عرصه حقوق زن که عرصه فعالیت نبردشون همین اعتراض علیه این تبعیض است، باید اینا رو مستقیما مورد حمله قرار بدن، این تفاوت و اینه. و در این حال خواستایی مثل بیمه درمانی برای همه مردم، حق مسلم همه مردم، بیمه بیکاری برای همه افراد آماده به کار، هم از زن و مرد در تمام جامعه، تحصیلات لازم بر مسکن، برای تامین مسکن برای همه جامعه، باید در جزو گفتمان ها و خواستهای اساسی کل جامعه باشه. همونطور که امروز میبینیم خوشبختانه این شعارها داره میدانی میشه، معلمان اینا رو مرتب مطرح میکنن، کارگران تو این مبارزه و تو مبارزه دارن مطرح میکنن، تشکل های دفاع از حقوق زن هم باید اینها رو بیارن تو لیست خواستاشون. میخوام بگم تو چنین ابعادی و در این حال علیه این بیحقوقی ها جنگیدن، اگر تو ابعاد اجتماعی باید فکر کنم، به نظر من وقتی حجاب رو جامعه این چنین به چالش میکشونه، چهارشنبه های بدون حجاب و عملا نفی حجاب میکنه، یعنی سنگر مهمی رو از دست حکومت آپارتاید جنسی میکشه بیرون و به این ترتیب گشایش زیادی برای پیشروی جنبش راهی زن تو جامعه فراهم میشه و علیه این تبعیض و نابرابری ها. یا به طور مثال حق دوچرخه سواری، انواع اقسام کارزارهای علیه تفکیک جنسیتی، علیه بیحقوقی زن، همه اینا تو سطح عمومی جامعه توازن و قوا رو به نفع جنبش رهایی زن تغییر میده و تا اونجا تغییر میده که اون وقت این جنبش بتونه از حقوق مشخص خودش، حق بیمه، حق تحصیلات زندگی، حق اشتغال، حق طلاق،
حق حضانت کودک از تمام حقوق خودش بتونه همه جانبه دفاع کنه و بتونه اونا رو متحقق کنه و بتونه مهر خودش بکوبه. میخوام بگم که این جواب، چون بیمه زنا تبعیض هست بنابراین باید فقط توی این عرصه جنگید، جواب خطی و ساده اینطوری نداره. همه جانبه کل جامعه با این نگرش و با این چارچوبه عمومی و وسیع و همه جانبه باید به این مسئله نگاه کنه و به جنگش بره. و به نظر من ما امروز توی موقعیت هستیم اگر به شعارهایی که تو جامعه داده میشه نگاه کنیم، اگر به اعتراضاتی که تو جامعه میشه نگاه بکنیم، اگر به مناسبات خانواده ها نگاه کنیم و میبینیم که چقدر جنبش راهی زن توی این عرصه ها جلو اومده. بله شهر دانشور، آخرین موضوعی که میخوام نظر شما رو در مورد اون بدونم، شاخص شکاف جنسیتی یا نابرابری زن و مرد که به وسیله مجمع جهانی اقتصاد محاسبه میشه شامل 4 زیربخشه. اول مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، دوم دستاوردهای آموزشی، سوم بهداشت و طول عمر و چهارم توانمندسازی سیاسی. بر اساس جدیدترین گزارش این مجمع جهانی، ایران در رده‌بندی جهانی رتبه 141 رو در اختیار داره که 4 پله نسبت به گزارش سال قبل پایین تر هست. مقایسه گزارش سال 2006 با گزارش سال 2015 نشون میده که در این حوزه ها نابرابری بین زنان و مردان بیشتر شده. و اما سوالی که پیش میاد اینه که از یک طرف این گزارش حاکی از بدتر شدن شرایط زنها در ایرانه و از طرف دیگه ما شاهد ابراز وسیع اعتراضات زنان هستیم. آیا این تناقض نیست؟ این رو چطور میشه توضیحش داد؟ بله روشنه که این تناقض است و این تناقض در اینه که این حکومت بر دریایی از خشم و نفرت جامعه داره حکومت میکنه. بین اون چیزی که به طور واقعی تو جامعه میگذره، تو مناسبات خانواده میگذره، تو خواسته و آمالها و آرزوهای مردم میگذره، با این حکومت ارتجایی اسلامی و قوانینی همونطور گفتم 360 درجه تفاوت هستش. بنابراین این تناقض آشکار باید اینجا دید. ببین به این جامعه نگاه کنید، همین که این آمارها میاد بیرون، فشار اعتراض جنبش رهایی زن و جنبش های اجتماعی برای آزادی، برابری و یک زندگی انسانیه که این آمارا بیرون داده میشه. وگرنه خب برنامه این حکومت برای زنان خانه‌داریه، شوهرداریه، بچه‌داریه. سیغه است که زبوار ثواب داره، تعدد زوجات. برنامه اینا برنامه عصر حجره، حرمسراهای امامان، برنامه ایناست. واقعا وقتی که نگاه میکنی به پدید مسئله زن تو جامعه، زبان من قاصر، کیفرخواست باید داد علیه این وضعیت. جنایت تو آشکاره و هر روز و هر روز داره اتفاق میفته. زنها تحت پیگرد هر روزه هستن، به خاطر حجاب، به خاطر نمیدونم دوچرخه سواری، به خاطر 10 تا قانون کثافت دیگه. مسئله اینه. بنابراین تناقض باید اینجا دید. ببینید تو این جامعه از اون طرف دزدی ها و کثافت هاشون، گفتم یک قلم حقوقای 20 میلیونی 30 میلیونی ساعتی برای مداحان قرآن و قاریان قرآن، از اون طرف این وضعیت جامعه. ولی نگاه کنید مردم دارن چی میگن. میگن خط فقر 4 میلیون، حقوق ما 1 میلیون. یعنی خط فقر قبول نداریم، زندگی زیر خط فقر قبول نداریم، نمیدونم ریاضت اقتصادی رو قبول نداریم. میگن یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. دارن راندخاری و اختلاس ها و دوزی ها و دروغ ها و وعده ها اینا رو رو میکنن، کل حکومت رو به چالش میکشن. میگن زیر بار ستم نمی کنیم زندگی. میگن معیشت منزلت حق مسلم ماست. میگن تفکیک جنسیتی نه، میگن حجاب نه، میگن موزیک صدای ممنوعه نداریم، زن حق آواز خواندن داره، نمیدونم موزیک آزاد. ببینید جامعه چطور تشنه آزادیه، چطور تشنه انسانیته، چطور برابری طلبه، چطور داره میگه که نمیدونم ملک نجومی تو ما را بیمسکن کرده، دارم کل سرمایداری و ارکان این سرمایداری به چالش میکشه. خب این تناقضه و این تناقض در زیر این تناقض
یک حقیقت شورانگیز وجود داره، اونم یه جامعه که داره با خواستای رادیکال انسانی برابری طلب میاد جلو و زنان و جنبش رای زن یک عرصه بسیار فعال و مهمی تو این جامعه است که کل حاکمیت این رژیم رو به چالش کشیده. یک پدیده مشخصش همین حجابه که پرچم جمهوری اسلامی. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم شهلا دانشور که در برنامه امروز ما شرکت کردین و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. من هم متشکرم. بله، بینندگان عزیز برنامه حق زن، این قسمت از برنامه هم امیدوارم که مورد قبول و توجهتون قرار گرفته باشه. فراموش نکنید که نظرات، انتقادات، پیشنهادات، عکس ها و تمام چیزهایی رو که فکر میکنید با ما در میون بگذارید که ما رو در بهبودی برنامه یاری کنید با آدرس ایمیل حقزن@gmail.com و همینطور تلفن پیامگیر کانال جدید تماس بگیرید. تا پنجشنبه دیگه روز و روزگار خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم.